بازتاب گسترده افتتاح نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست که با هزینه و دستور جمهوری اسلامی برپا شده و رژیم ایران آن را تکذیب کرده و میگوید دولت در آن دخالت نداشته، با تفسیرهای منفی کارشناسان و رسانه‌های گروهی اروپا منتشر شد و از سوی دیگر جامعه آزاد جهانی در آفریقا نمایشگاه کارتون و کاریکاتور صلح، همبستگی، مخالفت با دیکتاتوری و دوستی ملت‌ها، آزادی بیان و هنر را تشکیل داد که صد کاریکاتور آن که نمایشگاهش توسط کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل با شور و هیجان افتتاح شد، در کنار دریاچه ژنو در سوئیس تا چهارم ماه جون برای مردم به نمایشگاه گذاشته شد. کارشناسان میگویند افتتاح این نمایشگاه جوابی است به نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور جمهوری اسلامی که نشانی از تأیید جنایات هیتلر و مخالفت فرهنگی و انسانی است می باشد. در رسانه‌های گروهی دیگری نظیر استاندارد، چاپ وین نیز به این نکته اشاره شده که تشکیل مسابقه انکار هولوکاست در ایران از جمله فعالیت‌هایی است که دولت ایران مستقیماً در آن دست دارد و هزینه آن را می‌پردازد. به قول نشریه تیرولر تاگ سایتونگ چاپ اتریش، تشکیل نمایشگاه مزبور در لحظات آخر سال گذشته لغو و گفته شد مسئول آن بیمار است. جمهوری اسلامی در آن زمان در تنگاتنگ مذاکرات هسته‌ای بود و می‌ترسید تشکیل نمایشگاه به آن زیان برساند. اکنون بعد از امضای قرارداد برجام نگرانی ندارد و این نمایشگاه را انجام می‌دهد. نشریه اینترنتی اونترنیمن دی ای که ویژه صاحبان صنایع آلمان منتشر می شود، در صفحه اول خود با انتشار عکس سالن نمایشگاه که در آن کاریکاتور نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیده می شود می نویسد جمهوری اسلامی ایران بزرگترین جنایت تاریخ بشر را با چنین فعالیت‌های ضد انسانی انکار کرده، توهین کرده. میگوید این دولت نیست که چنین نمایشگاهی را برپا کرده است، در صورتی که کل هزینه این نمایشگاه را که 150 کاریکاتور از 50 کشور در آن شرکت کردند را سازمان شبه نظامی بسیج که متعلق به دولت است میپردازد. رژیم ایران میکوشد در واقع جنایات هیتلر و کشتن 6 میلیون یهودی و دگراندیش را با 50,000 دلار جایزه برای مردم ایران انکار کند و آن را ساخته و دست پرورده اسرائیل می داند، در حالی که بسیاری از مخالفین نازی ها، کمونیست ها، هنرمندان و دگراندیشان غیر یهودی نیز جان خود را در این جنایت بزرگ از دست داده اند. فرانس یوزف یونگ از فراکسیون پارلمانی امنیت کشوری آلمان، از حزب خانم مرکل و حزب سوسیال مسیحی، حزب جنوب آلمان، در گفتگوی اظهار داشت با وجود همه این تبلیغات زهرآگین، اسرائیل بهترین دوست آلمان است و از زمانی که داوید بن گوریون در 14 مایه 1965 استقلال اسرائیل را اعلام کرد، این کشور به صورت یک کشور دموکرات در خاور نزدیک به وجود آمد. موجودیت اسرائیل و مرز آن برای ما اصلی است، مقدم بر اصول دیگر. متاسفانه این کشور در مرکز ناامن منطقه با مشکلات زیاد قرار دارد. ایرج ربیعی، آلمان. بازتاب گسترده افتتاح نمایشگاه و مسابقه